در مورد قده تیروید میخوایم با هم صحبت بکنیم قده تیروید هم جزو اون ارگان های حساس داخل بدنه که به طور طبیعی و توی زندگی طبیعی هر فرد ممکنه دوچار تنش و اشکال بشه البته توی بدنسازی هم توسط رفتارهای پرخطر به شدت مورد تخریب واقع میشه من صادق سلامیم مطالب و نوشته های ما رو میتونید در داخل سایتمون پی بگیرید و ویدئوهایی که به قصد آموزش براتون میسازیم رو هم توی کانال هایی که توی اینترنت داریم راه های ارتباطی با من هم توی سایتم درد شده این قده یکی از بزرگترین قدرت اندوکرین هست اندوکرین یعنی درون ریز البته اینم خدمتتون رو بکنم که دستگاه گوارش گو آدم جز درون آدم محسوب نمیشه از نقطه نظر فیزیولوژی و قدرتی که ترشوهاتشون رو داخل دستگاه گوارش میریزن معمولا جز قدرت برون ریز محسوب میشن این شبه براتون ایجاد نشه این قده جز بزرگترین قدرت درون ریز بدنه که معمولا 25 گرم این طورا وز داره در مردم بزرگتره ممکنه در خانمان تو دوران قاعدگی و حاملگی حجم و وزن این قده افزایش پیدا بکنه البته عرض کردم این قده تحت تاثیر عوامل مختلفی که در ادامه بهشون خواهیم پرداخت ممکنه که بزرگ بشه و داستان ساز بشه و بعد وزنش هم بره بالا تیروکسین یا همون تی فور یا تی چارم هم بهش میگی تی و تیرونین که به صورت تیتری نشون داده میشه دو تا هرمون اصلی هستن که از قده تیروید ترشو میشن البته قده تیروید یه هرمون سومی هم ترشو میکنه که در این مبحث بر ما خیلی اهمیتی نداره متابولیسم شما رو هرمون های ترشح شده از قده تیرویدن که بالانس میکنن و اگه شما دچار کمبود یا افزایش ترشح این هرمون ها بشید ممکنه متابولیسم بتونم به مشکل بر بخوره البته در مورد تبعات کمکاری قده تیروید و تبات پرکاری قده تیروید در ادامه مفصلا صحبت خواهیم کرد اینجا فقط به این نکته اشاره بکنم که اگه کمکاری تیروید در دوران کودکی رخ بده ممکنه فرد دچار کوتاهی قد و بعد اختلال در رشد بشه دقت کرده باشید بعضی ریزه میزه باقی میمونن با اینکه سنشون رفته بالا دچار دو دوچار بلوغ هم دو شدن البته بلوغ دچار شدن نداره ولی ما ازشون از بلوغ به عنوان دچار شدن یاد میکنیم برحال اینا مباحث فلسفیان که اینجا جایی ندارن بعد همچنین اگه در دوران کودکی و طفولیت مبتلا به کمکاری قده تیروید باشید ممکنه که دچار کند ذهنی هم بشید که البته کند ذهن و اینجور صحبت در بین ما ایرانی اصلا کلا خیلی خیلی کمه به ندرت رخ میده اغلب ما زریب حوشیمون بالا 150 ه خلاص در مورد تیروید صحبت میکنیم قد تیروید به طور طبیعی در طول دوران زندگی ممکنه تحت تاثیر عوامل محیطی و ژنتیک و مسائل دیگه تخریب بشه دچار مشکلاتی بشه ولی خب رفتارهای پرخطر در ورزش و خصوصا ورزش های قدرتی و زیبایی هم گاه مزیده برای علت شده و سبب تخریب قد تیروید گشته همون گونه که توی این تصویر میبینید هرمون های تیروید از قده تیروید ترشو میشن و قده تیروید خودش مستقیما زیر نظر قده هیپوفیز فعالیت میکنه و فعالیت های قده هیپوفیز هم توسط هیپوتالاموس کنترل میشه قده هیپوتالاموس هورمون آزاد کننده تیروتروپین رو ترشو میکنه که به صورت هورمون TRH اینجا میبینید, میبینید. تیروتروپین ریلیزینگ هورمون هستش این هورمون به بخش قدامی هیپوفیز اثر میذاره این بخش قدامی هیپوفیز هورمون دیگه به اسم تی اچ رو ترشح میکنه این تی اچ همونیه که تو جواب آزمایش ها بررسی میکنن به همراه تی تیفور تی تی و عملکرد غده تیروید رو با اون میسنجن و غده تیروید در اثر ترشح همون TSH تی اس اچ تی, تی, تی رو ترشح میکنه که خود این تی تری در بدن وظایف متعددی رو به عهده داره رو کبد اثر میذاره یعنی کبد رو به نوعی بخشی از فعالیت‌های کبد رو کنترل میکنه رو عضلات اسکلتی یا اون عضلات مخطط همون عضلاتی که انقباض انبساطشون در اختیار خودتونه تاثیر میذاره رو رشد مغز مخصوصا در دوران کودکی تاثیر داره رو استخون تاثیر داره و همچنین رو کار کرده قلب و توضیح دادم که متابولیسم پایر هم همین هرمون ها در بدن تنظیم میکنن به به دلایلی که باز در ادامه خدمتتون عرض خواهیم کرد شما ممکنه دچار کم... کمکاری یا پرکاری قده تیروید بشید این کمکاری و پرکاری تبات متعددی رو در بدن شما رقم میزنه و عرض کردم رفتارهای پرخطر رایج در ورزش قدرتی و پرورش اندام فیتنس هم مزیده بر علت شده و مسیر رو برای خروج از بالانس یعنی از بالانس خارج شدن هورمون‌های های تیروید و قده تیروید هموارتر میکنه در مورد پرکاری قده تیروید به این مسئله اشاره بکنیم که بارزترین طبعات این مسئله یعنی افزایش افراتی هرمون های تیروید در بدن به صورت اگزوفیتالمی دیده میشه که مشخصترین بارزش بیرون زدن چشم از حدق است یعنی نگاه بکنی چشمی فرد از حدق بیرون زده انگار میخواد بیاد بیرون که البته داروی به اسم به افدرین یا سود و که ورزش قبلا توی داروخونه ها بود و میگرفتن به هوای این که افدرین افردینه به جای افدرین سولفاید و افدرین رو مصرف میکردن این تو دوزای پایین کاری نمیکرد دوزش رو افزایش میدادن و دوزش رو که افزایش میدادن این سبب همین مشکل میشد یعنی از یه مکانیسم دیگه ازولات چشم رو منقبض میکرد و چشم از حدقه بیرون میزد و اگر اووردوز میکردن به دلیل انقباضات شدید موجب پاره شدن برخی از تارهای عصبی میشد و کوری و این داستان ها از دیگر تبعاتی که پرکاری تیروید رقم میزنه بزرگ شدن این قدرت از این قده تحت تاثیر حالا عوامل محیطی یا هر چیز دیگه ای نیاز پیدا میکنه که بیش از حد معمول کار بکنه و بزرگ میشه و تولد گوات رو میکنه که البته قدیم به دلیل اینکه حالا کاری هم به ریشه یا بیش نداریم این بیماری رو قنباد مینامیدن میگفتن انقدر قصه خورده یا مثلا گلوش باد کردی همچین چیزیه این قنباد همون گواتره که خود این گواتره داستان ساز میشه پرکاری قده تیروید شاید زیاد به نظر مهم نرسه ولی یکی از اصلی ترین دلایل ابتلای نوع بشر به بیماری قلبی عروغی بوده سبب تاکی میشه تاکی همون تند تپشی معنی شده بعد افزایش ضربان قلب و همچنین بیماری های عروقی رو سبب میشه موجب افزایش فشار خون سیستولی میشه همچنین کسایی که از کاری قده تیروید رنج میبرن معمولا در برابر گرما حساسن، این بدن داغی دارن کف دستشون کف پاشون مخصوصا موقع خواب میگن میسوزه یعنی احساس گرما اونجا دارن همچنین وقتی که این بیماری سبب بروز عوارز ثانویه قلبی شد با ورم ناحیه مچ پام همراه میشه از بارزترین مشخصه های افزایش ترشح هورمون در بدن افزایش سریع و بیدلیل اشتهاست همچنین کاهش سریع و بیدلیل وزن بیقراری استراب و مسائل اینچنینی که البته بازمایش های ساده خون قابل ردیابی هم هست